پس از 18 روزی سپری گشته کشتاری وحشیانه دخترک 5 ساله تاجیک قاتلش را میخواهند در کسلی روحی اعتراف نمایند. در این خصوص از یه پلوس به پدر دخترک عبدالسلام سعیدوف تکیه نموده اطلاع میدید. به من گفتند که از پشتی او شخصانی بلند پایه از اون جمله خواهرش پشتیبانی میکنند. آنها میخواهند از بالای قاتل قرار کسلی روحی برآورده شود. اما خودتان یک ملاحظه نمایید. اگر او کسلی روحی باشد پس چی طور خدمت حربی گذشته است؟ یا اینکه چی طور شهادتنامه رانندگی گرفته است؟ وقتی که شهادتنامه رانندگی میگیرید یا اینکه به خدمت حربی شامل میشوید، دکتران شما را از معاینه میگذرانند. سندهای زیرین را به او کی داده است؟ میگوید پدری هویدای کشته شده. چی با اون حالت دمیسون نرفتن در امرو وی نکردند. اینچنین عبدالسلام سعیدوف با به حرکتی کارمندان پلیس در زمان غیب زدن دخترش شکایت میکنند. هر کس در غیب زدن دخترم از الکساندر سیامین شبه نمود، ولی کارمندان پلیس که به جای حادثه رسیده آمدند از تفتیش نمودن منزل استقامت سیامین دست کشیدند. شاید که در آن حالت دخترم را نجات میدادم. همین مسلمان ها اونجا بودن خب سیوری بودن شفرانه خدا با همین سال جمع گیر کردن مثال مرا در اونجا نپرستن. اینچنین عبدالسلام از برادران دینیش سپاسگزار می باشد که در زمان مصیبت کمک خود را دریغ نداشتند. با یاردم یامیو ما مثال غیر از این سعیدوف قید نمود که اینان با سبب کمک مالی مسلمانان اویلای سعیدوف توانید جسد هویدا را به تاجیکستان انتقال نماید، ولی پدری هویدای کشته شده قید نمود که نه از طرف سفارتخانه تاجیکستان در روسیه و نه از طرف حکومت روسیه کمک مادی یا اینکه معنوی رسانیده نشده است. یادرس میکنیم که طبق معلومات حکومت تاجیکستان هر سال در تابوت های سینکی هزارها جسد شهروندانمان به وطن برمیگردد. طبق معلومات رئیس حرکت عمومی روسی مهاجران مهنتی تاجیک کرامت شریپوف این رقم ها از 2000 زیاد است و تقریبا 300 شهروند تاجیکستان به نام نشان غیب میزنند. حمایتگران حقوق قید میکنند که شرایط به حقوقی مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی در روسیه و به اعتنایی پوره حکومت این منطقه ها به تقدیر آنها سبب اساسی است که مهاجران مهنتی در چنین حالتی علم‌آور قرار دارند.